سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. من رضا حسینی راد هستم و توی این ویدیو میخوام در رابطه با نقشه سایت صحبت کنم. نقشه سایت یا سایت مپ اصلا چرا استفاده میشه و چه چیزهایی رو بهتره توش قرار بدیم؟ نقشه سایت یه فایل با فرمت XML که توی سایت ما قرار میگیره و به موتورهای جستجوگر مثلا گوگل معرفی میکنیم. حالا این فایل به موتورهای جستجوگر اجازه میده که تمام پیچ و خمها و تمام URL هایی که باید توی گوگل ثبت بشن رو شناسایی کنه و ثبت کنه. توی دوره رایگان آموزش SEO که لینکشو میذارم این بالا توی یوتیوب میتونید اون دوره رو ببینید و کاملا با روش کار موتورهای جستجوگر آشنا بشید. بهتون توضیح دادم که موتورهای جستجوگر یه سری ربات دارن. ربات ها میان به صورت یک خزنده وارد صفحات سایت ما میشن، تمام لینک های داخلی و خارجی اون صفحه رو بررسی میکنن، وارد لینک ها میشن و لینک ها رو هم توی گوگل ثبت میکنن. البته اگر ما بهشون اجازه بدیم که خب تنظیماتش رو با پلاگین های SEO میتونستیم انجام بدیم. پس به طور کلی روش کار موتور جستجوگر اینه، یه سری خزنده داره، وارد یک صفحه میشن، تمام لینک های اون صفحه رو باز میکنن، اگر اجازه داشته باشن اون رو توی موتور جستجوگر ثبت میکنن. مثلا ربات های گوگل یا گوگل بات ها وارد یه صفحه شدن، تو اون صفحه 100 تا لینک داخلی و خارجی به همون وبسایت و به وبسایت های دیگه است، وارد اون لینک ها میشن و اونها رو توی گوگل ثبت میکنن. حالا خب با استفاده از لینک دهی داخلی و ترفند هایی که ما تو دوره های آموزش SEO میگیم و گفتیم بهتون، خب میتونید این لینک دهی داخلی رو انجام بدید. یه سری صفحات هستن که نه توی منوهای سایت ما قرار میگیرن، نه از صفحه خاصی بهشون لینک داده شده، یا اصلا هنوز نوبت نرسیده به بررسی صفحه‌ای که لینک این صفحه داخلشه. یکم سخت شد. هنوز نوبت نرسیده به بررسی یک مقاله یا یک صفحه‌ای که لینک صفحه جدید ما داخلشه. پس گوگل و ربات‌های گوگل چطور میخوان اینو تشخیص بدن؟ یه راه بهتر اینه که ما یک نقشه‌ای از سایتمون در اختیار گوگل قرار بدیم، بگیم آقای گوگل ببین این نقشه سایت منه، تمام صفحات، مقالات، محصولات و هر چیزی، مثلا دستبندی ها که توی سایت من قرار گرفته توی این صفحه لیست شده. شما دیگه علاوه بر این که میتونی بری کراول بکنی سایت منو، میتونی با استفاده از این فایلی که من بهت میدم که لیست تمام صفحات سایت من توش قرار گرفته، وارد صفحات بشی، صفحات رو ایندکس بکنی و توی موتور جستجوی خودت ثبت بکنی. خیلی جاها من به جای موتور جستجوگر میگم گوگل. طبیعیه، گوگل الان موتور جستجوی نامبر وان ایران و دنیاست. پس خیلی راحت با اون فایل گوگل میتونه تمام صفحات ما رو ثبت بکنه. حالا توی این فایل XML که تو ویدیوی بعد بهتون میگم چطور بسازیدش، چه چیزهایی رو باید قرار بدیم؟ این خیلی مهمه. لیست صفحاتی که باید در گوگل ثبت بشن. فرض کنید شما تو وبسایتتون پست تایپ های مختلفی دارید. مثلا یه پست تایپ نوشته های سایتتونه، یه پست تایپ برگه های سایتتونه، یکیش محصولاتتونه و یکی نمونه کارها. شما میخواید محصولات و نوشته ها و برگه هاتون تو گوگل نمایش داده بشن، ولی نمونه کارهاتون رو نیاز ندارید. مثلا عنوان نمونه کار چیه؟ طراحی سایت شرکت فلان. نمیخوای این تو گوگل نمایش داده بشه. برای شما این مهم نیست که این تو گوگل چندان نمایش داده بشه و اصلا این صفحه نمونه کار ارزش چندانی نداره، چون محتوای خوبی نداره و این باعث میشه که در مجموع رتبه سایت شما رو کمتر بکنه. پس علاوه بر این که شما باید توی تنظیمات پلاگین SEO تنظیم بکنید که پست تایپ نمونه کارها نو ایندکس باشن، یعنی توسط موتورهای جستجوگر و ربات‌ها ثبت نشن توی موتور جستجوگر یا توی گوگل، باید مشخص بکنید که این پست تایپ نمیخوام توی اون سایت مپ یا اون نقشه سایتی که داری برای من میسازی نمایش داده بشه. اگر با سایت مپ و ادامه کارکردش میخواید آشنا بشید، حتما توی کانال ما سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. توی ویدیو بعد میخوام بهتون در رابطه با ساخت سایت مپ توضیح بدم و اینکه چطور باید سایت مپ رو به گوگل و موتور جستجوگر دیگه، مثلا موتور جستجوی بینگ، معرفی بکنیم و همینا رو بهتون به صورت کاملا عملی توضیحش رو میدم.